عزیز و عجنان تلویزیون نور سلام، امیدوار هستم که همه با صحت عافیت از جای که هستین قرار داشته باشید. بازم خوش آمدید به پروگرام امروز آشپزخانه ما، که این پروگرام آشپزخانه به روزهای سه شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر و 10 شب و به روز شنبه به ساعت 3 بعد از ظهر و 11 شب از طریق تلویزیون نور پخش و انتشار می‌یابد. متوجه باشین دوستان عزیز که اگر شما امی پروگرام از پیشتان میره، وقتی شما میتونین که ایره به یوتیوب یا به صفحه فیسبوک کوکینگ و داز ممومن شما میتونین که مشاهده کنین. خوب بینیدگان عزیز، در رفته هایی که گذشت ما زیادتر غذاهای شور پخته کردیم، غذاهای ساده پخته کردیم. بیاین که امروز به مناسبت فرارسیدن سال نو یا بهار یا نوروز باستانی بخواییم که یک نوشه لباب هم تیار کنیم تا امروی دوستان و عزیزان که دید و بازدید میکنیم یک جای صرف کنیم. اولتر از عمل دوستان عزیز، فرارسیدن نوروز باستانی یا نوروز خورشیدیه برای تمام هموطنان عزیزم بر هر گوشه و کنار جهان هستند. از صمیم قلب ابراز تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند متعال برشان صحت، سلامتی، کامیابی خواهان هستم و امیدوار هستم که این سال یک سال پر از خوشی و صفا و صمیمیت و خرمی و رفاه و آسایش برای مردم افغانستان و مردم ستم دیده ما باشه. خب بینندگان عزیز، به پروگرام امروز یا به برنامه امروز دنوه ما کلچه یا یک دنوه شنی بابا ما مدنظر گرفتیم که یکیش که کلچه برنجی است که از آرد برنج تیار میشه و دیگهش کلچه چارمغزی است که امیدوار هستم که بسیار ساده و بسیط است و را بپزین. تا اگر دفعه اول و دوم بر شما یعنی نشد، امکان دارم انشاءالله به دفعه سوم حتما بر شما یک چیز خوب جالب یا کلچه مزه‌دار بیاید. خب دیدگان عزیز، اگر آماده هستین همی نوتا که ما به شما اینجا هم نویز کنین، حسب معمول قلم و کاغذ بگیرین. منتها یک نکته رو میخواییم بینندگان عزیز به خاطر نشان بسازم که بازم جهان سپاس از لطفتان، از محبتتان، از حسن نظرتان از اینکه به پروگرام داشتین، مخصوصا که پروگرام چوی آشپزخانه که یک خانم ایرانی که متاسفانه من اسمش نمیدانستم، شوی آشپزخانه را به ردیف پنج موفق ترین یعنی شوی تلویزیونی اینا قرار دادن که من احساس تشکری از پیشان میکنم. امیدوارم که سلامای گرم من اینا بپذیرن که اینا از طریق گلوبا تیوی اینا نشر کنن که شوی آشپزخانه عجمه موفقیت ترین شوهایی است که به تاپ 5 فیسبوک یا صفحه فیسبوک آمده. جهان ممنون و سپاس شما. خب آمده هستیم. مواد لازم: دونیم گلاس آرد برنج، یک گلاس بوری کوبیده، دو عدد تخم مرغ، نیم گلاس روغن مایی، یک قاشق تامپوری عرق گلاب، یک قاشق چایخوری ایل کوبیده. برای تزیین کلچه تقریبا یک قاشق تامخوری پسته کوبیده. خب بینندگان عزیز، حتما آماده هستیم. شروع میکنیم از تخم. اولتر از همه ما تخم زردی و سفیدش را یک طرف میکنیم. قرار ملاحظه کردین زردی رو یک طرف کردم و سفیدی رو دیگه. حالا من چی میکنم که برای از اینکه ماشین ما یعنی امرای زردی زیاد مخلوط میشه، اول من سفیدی رو خوب میزنم تا که خوب مثل یک کف سفید باشه. آماده هستین؟
شما دیدین که من سفید تخم خوب زدم تا که یک ذره خوب سفید شد. حالا می دو دانه زردی زیره امرای می بوری که دارم یک جای خوب مخلوط میکنم تا که یک ذره رنگ زی سفید شود. متوجه هستین بینندگان عزیز که من اول سفیدی رو زدم یک گوشه کنار ماندم، بعدا زردی تخمه امرای بوره یک جای خوب مخلوط کنم تا که کمک کریمی رنگ شکل شد. حالا من چی میکنم؟ می روغن که من دارم بسر از این آیست آیست مندازم و خوب میکس میکنم. بعدا چی میکنم؟ آب یا عرق گلاب کسب و بسش مندازم. یک قاشق تام خوری بود، منتهی قاشق چای خوری است. همراه یک کمک حالا چی میکنم؟ امی سفیدی تخم مرغ که دارم همراه زی زردی یک جای من مخلوط میکنم. مایه ما این قسم یک نوع شکل کشیم. حالا چی میکنیم؟ آیسته آیسته آرد برنجی که وقت ما به استیهای فارسی منک کردیم، یعنی اندازه کردیم، ما آیسته آیسته به سر از این مواد که من داریم مندازیم و ایره امرای میکسچر یا دستی باشه یا انواع میکسر که شما داشته باشین مخلوطش کنیم. عزیز، قراره که شما متوجه شدین در یک خمیر با وجود آمد. یک خمیر تقریبا تر سخت است، ببینیم یک تقریبا یک خمیر سخت با وجود آمد. این حال شما چی میکنین؟ یک زیپلاک یا یک پلاستیک میگیرین، یعنی خمیری که تیار کردین ما بین یخچالتان میمانین، به صورت عموم یک شب پیش ببانین. اما چون وقت پروگرام ما زیق است، من نمیتونم که یک شب پیش تیار کنم، بعد اینکه با شما بینندگان عزیز نمیتونین بفهمین که چقدر تیار میشه. از خاطر این مواد که داریم ما بین زیپلاک میمونه و ما بین یخچال میمونه تا زمانی که من طرز تهیه کلچه چارمک رو میگم یا انشاءالله میرسه و اینو من نشان میدم که چقدر تیار میشه و ما بین یخچال خود میمونیم. لطفا با ما باشید تا زمانی که امی خمیر کلچه برنجی به ما بین یخچال است. من از این باقی استفاده میکنم یک نوع کلچه چارمغزی بر شما نشان میتونم. منتها یک چیز متوجه باشین بینندگان عزیز که با کلچه برنجی اگر متوجه باشین من هیچ بیکینگ سودا یا بیکینگ پودر ننداختم و شما اش کنین که دلتان نشه که او اضافه کنین برای اینکه امکان رو باز مو رو خراب کنه. خب اگر آماده هستین نوت کلچه چارمغزی رو بر شما میگم. مواد لازمه که برای کلچه چارمغزی ضرورت دارین عبارت از یک و نیم گلاس چارمغز کوبیده است. بینندگان عزیز متوجه باشین که من چارمغز که شما نشان دادم چارمغز کوبیده است، این هیچ امرای خود آرد مخلوط چیز نداره. فقط شما وقتی که کلچه چارمغزی رو تیار میکنین یک و نیم گلاس چارمغز کوبیده ضرورت دارین. 3 به 4 عصب بوری میده شده یا بوری کوبیده متوجه باشین. بوری زنده نباشه، بعضی که یک ذره درشت می باشه و مزیت و کیفیت کلچه بیشتر میره. و همچنان شما ضرورت دارین 2 عدد تخم مرغ، منتها که تنها زردیش باشه، سفیدیش نباشه. و همچنان 1/2 قاشق چایخوری بیکن پودر، 1 قاشق چایخوری اگر میخواستین و سبک افغانی بیایه شما گلاب میندازین و یک کمک ایل چای. حتما شما این نوت شب بیرین نمیز کنین. حالا ما چی میکنیم؟ اول تر از همه بینندگان عزیز همی زردی های تخم کس از سفیدیش جدا میکنیم و ما این ما بین یک
ظرف مندازیم و چی میکنیم که امرای بوره ای را یک جای خوب مخلوط میکنیم تا که یک کمک رنگ سفید به خود بگیره. بعدا یک کمک ای و همچنان یک کمک گلاب امرایزی اضافه میکنیم. انال چارمغز خدا که کوبیده شده است امرای یک قاشق چای خوری بیکن پودر ما یک جای مخلوط میکنیم و آیسته آیسته به سر زمین مخلوط خود مندازیم. متوجه باشین که شما نه ضرورت دارین به آرد و نه ضرورت دارین به روغن. برای ازی که به ذات خود امی چارمغز یک چربی مخصوص داره و اگر شما متوجه نباشین یک فروغن پرتین نمیست که بلکل یک چیز عجیب قدیمه باز جگرتان خوب میشه. برای ازی که مخصوصا که چارمغز بسیار قیمت هسته. و این کلچار که شما پخته میکنین یا میپذین و یکان مواقعی که مثلا سال نو میباشه، یک عید میباشه به اصطلاح، یک خوشی و یک چیز میداشته باشین پخته کنین. برای ازی که مصرف کردن یا خوردن کلچه زیاد و شیرینی زیاد خدا شما میدونی بینین اگر عزیز که باعث چربی بلند میشه و خدا نکده نشه که مثلا یک بطن عزیز کلچه رو پخته کنین بخورین و کلسترولای شما بلند میره و خدا نکده مریض میشه. امیدوار هستم که این گفت ما شما یاد داشت کنیم. خب بنال ما چی میکنیم؟ من زردی و سفیدی رو یک جای میکنم و زردی رو مابین کاسه میتازم. بینندگان عزیز حتما شما نوتا بین نویس کردیم. حالا ما چی میکنیم؟ ما این تخمه که داریم مندازیم ما بین یک کاسه که تقریبا عمق داشته باشه یا چقدر باشه. این حالا ما چی میکنیم که امرای ازی ما مندازیم بوره را بوره که داریم. بعدا چارمغز که داریم بیکن پودر که داریم تقریبا یک قاشق چای خوری و همچنان یک کمک ایل مندازیم و همچنان یک کمک گلاب. شما بشایده کنید همه چیز یک جای ما مندازیم و کل از این ما مخلوط میکنیم امرای این مکسری که داریم. خب این دگان عزیز شما دیدین که من تمام مواد که عبارت از زردی تخم بود امرای بوره، امرای چارمغز، بیکینگ پودر و کمک ایل و گلاب بود یک جای مخلوط کنم. منطقه اگر شما دیدین بینندگان عزیز که یک کمک همین خمیرتان سخت آمد شما چی میکنین؟ بسیار برابر یک قاشق تامخوری شما آب شیرگرم اندازین و همین پروسسی که دارین دوباره شروع میکنین، یعنی یک جای دوباره میکس میکنین. خب بینندگان عزیز متوجه باشین که یک خمیر از این چارمغز وجود میه. شما نال چی میکنین که یک قاشقی که تقریبا چقدر باشه میگیرین و قالبی که شما قبلا آماده دارین ایره میگیرین، برویش یک کمک شما چرب میکنین امرای اسپری. اون تا متوجه باشین بین نگان عزیز وقت قالب شما اسپری کردین داشت ما قبلا تقریبا 25 دقیقه بیشتر ما روشن کردیم که یک ذره داغ بیایه. برای اینکه اگر شما دفتن کلچه یا مواد که پخته میکنین برای داشت یخ ببانین این نمیست که هیچ کیفیتش نمیه و خوب و یک قسم کیک یا خود نمیپندانن. بین نگان عزیز متوجه باشین وقت کم یک قاشق میگیرین برابر تقریبا یک نیم دانه تخم مالی باشه و یه چی میکنین به فاصله های دور دور از هم دیگر قرار میتین و امرای قاشق دیگر این باز شما دوباره امرای دستان میتونین فرم میتین. من بازی رو فرم میتونم من تا همه قدر میکنم که فعلا پالو در پالو میمانم. باز من قدم بعدی چه برتان نشان میدم که شما چطوری درست میکنین. من تا همه فعلا همونطور میمانین. چی میکنیم بینندگان از
عزیز که به کاسگک آب میندازین و امرای دستتان ایره کلولا میکنین و به فاصله های کم کم یعنی بسیار نزدیک نی بعضی به هم نچسبن شما ایره قرار میتین. توجه باشین بیندگان عزیز که یک کلچه چهار مغز که من تیار میکنم یک دانش 80 کالوری داره. بعضی که من کلکویشن کردم از نگاه کالوری یا انرژیش بسیار زیاد است، 80 کالوری. خب بینندگان عزیز، تا زمانی که کلچه چهار مغزی ما بداشت است ما از این موقع استفاده میکنیم به یک مخفی تجارتی میریم. دوباره با ما باشید که من طرز کلچه تهیه کلچه برنجی به شما نشان بدم. خب بینندگان عزیز، دوباره ما برگشتیم از وقفه تجارتی. حالا تا زمانی که کلچه چهار مغزی ما در حالت پخته شدن از مامین داشت ما از این موقع استفاده میکنیم. ما همین خمیری که من مابین یخچال مانده بودم، اصلا من به یخدان ماندم چون وقت پروگرام بسیار زیق است و تا زیاد نیست که من از شب تا صبح خمیر باید مانده شد، من چی کردم مابین فریزر ماندم فقط برای یک در دقیقه. و متوجه باشیم از مابین زیپلاک شما میکشیم بینندگان عزیز و خمیر که بعد اسمی های تقریبا یک کمک خمیر سخت است. متوجه باشین که خمیر به دستایتان نچسبه، اگر چسبید مانا میده که پرابلم اصلا خمیرتان و این یک بغل ببانید و همچنان داشتان آماده است. از این موقع استفاده میکنم و همین اسپری میکنم به سر کاغذ پارچمنت که مخصوص بیکینگ یا مخصوص درز تایی کلچاوی ناست. فقط در اسپری میکنینه و همین کلچه هایی که دارین این را کمک با میبرین. متوجه باشین نمره کار میگیرین میبرین و این را مثل همین کلچه که بیشتر شما نشان دادم کلچه برینجی را شما لوله میکنین نمره دستتان و ما بین همین قالبتان قرار میدین و همین کار شما تکرار میکنین اونطور فاصله های زیاد بشه برای اینکه کلچه ها خود از اون باز میکنه، مثلا یعنی خود اکسپند میکنه به اصطلاح امریکایی یا جای به خود زیاد جدا میکنه و انشالله من شما را قدم به قدم یاری میکنم که ما چه قسمی را تزیین یا دیکوریشن میکنیم. بینندگان عزیز، شما قرار ملاحظه میکنین کلچه چهار مغزی در حالت پخته شدن یا تیار شدن است. مابینش مندازین کمکس چقدر میکنین بعد از اون پسته میده که دارین مندازین و بعض اوقات و کلچه های ایرانی اگه متوجه باشین بینندگان عزیز میتونین پسته استفاده کنین، میتونین از خاشخاش سیاه استفاده کنین و از یک به صورت عموم به کلچه های ایرانی بعض اوقات اینا از خاشخاش سیاه اینا استفاده میکنین یا بادام میتونین ببانین اچ که شما میلش داشته باشین. خب بینندگان عزیز، آن من میرم امی کلچه که داره میده و داشت میمانم فکر میکنم زود پخته میشه برای از اینکه چندین بار ما پخته کردیم ممیش 15 تا 20 دقیقه گفتیم اما زیادتر از 10 دقیقه این یار نگرفته برای از اینکه امی آرد برنجکست بسیار زیاد ظریف و لطیف است زود خود پخته میکنه. خب بینندگان عزیز، تا زمانی که کلچه برنجی ما در حالت پخته شدن است من از این موقع استفاده میکنم و این کلچه های چهار مغزی خودم برای یک ظرف میمانم که تا کلچه دیگه ما آماده شد. بعد از یک چای نوش جان میکنیم من برای چای. بینده
بینندگان عزیز برات مشاهده میکنین کلچه ما تیار شد. بینندگان عزیز قرار شما مشاهده میکنین کلچه پخته شد. من اینا را کلچه میچینم به بشقاب یا به ظرفه که دارم. متوجه باشیم که فاصله هایش با هم خوب یعنی زیاد یک ذره بود که با هم نچسبید کلچه ها و رنگش هم متوجه باشیم که با کلچه برنجی نمانید که زیاد کلچه پخته شده که رنگش تیره میشن. خوب بینندگان عزیز و ارجمند میرسیم به دقایق آخر برنامه امروز ما. قرار که شما ملاحظه کنین به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی من نوع کلچه بر شما تیار کردم. یکی کلچه برنجی بود که تنها از آرد برنج بود و دیگر کلچه چارمغزی بود که تنها مخصوصا تنها از چارمغزی کوبیده شده بود. و قرار که ملاحظه میکنین یک سفره که بسیار کوچک ما تیار کردیم و یک دانه از این کلچه رو من نوش جان میکنم. انشالله حتما خوبش آمده شما ایره بپذین امرای عزیزانتان منتها به خوردن زیادش از خوردن زیادش جلوگیری کنین که نشه که خدا نکده مریض شوین. فرا رسیدن سال نو نوروز خوشیدیره بر تمام عزیزان بر تمام هموطنانم هر گوشه و کنار جهان که هستن از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده از خداوند بزرگ برشان صد و سلامتی و کامیابی خوشی و آرامی و خرمی خوانم. منتها یک دانه کلچه میخوایم بگیریم ببینم که خوبش آمده یا نه. منتها بازم بینندگان عزیز شما خودتان پخته کنین و قضاوت من بهش به شما میمانم. کلچه مزه دار است. شب روز همه خوش. شوی آشپزخانه با ناز و مومن.